جنوبی داریم، شرقی داریم، غربی داریم، ابرهایی که میان، همه اینها علامت چی هستن؟ که خالق و آفریننده، خالق و آفریننده ای دارن و این خالق و آفریننده فقط کیست؟ خداست. به هر حال خلاصه بحث این بحث خیلی طولانی است. خلاصه این بحث این هست که قرآن کریم در آیات متعدد ما رو به سوی خلقت آسمان ها و زمین، شگفتی هایی که در آسمان ها و زمین وجود دارن سوق میده و به ما میگه نگاه بکنید، تدبر بکنید در آیات خدا. و این دلیل بر این هست که اینها خود به خود ایجاد نشدن، اینها خالق و آفریننده ای دارن که اینها رو به حرکت در میارن. اونجایی که میفرماید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت، شطور رو نمیبینن که چطوری خلق شده، آسمان چطوری بدون سقف ایستاده است و کوها چگونه بر روی زمین نصب شدن تا آخرش. همه و همه بسیاری از این آیات قرآن کریم ما رو دارن به سوی توحید ربوبیت سوق میدن، ما رو دارن به این سو سوق میدن که شما در دنیا و در آنچه که در دنیا وجود دارد تفکر و تدبر بکنید و بدونید که اینها خالق و هستی خالقی دارن و هستی بخشی دارن و اینها خود به خود خلق و آفریده نشدن. اما بس اینجاست که توحید ربوبیت یعنی رب دونستن خدا، خالق دونستن خدا، مالک دونستن خدا، رازق دونستن خدا، غالبا در این توحید هیچ کس مشکلی نداشت در گذشته. حتی مشرکین مکه هم در این که خدا، در این که آسمان و زمین خالق و آفریننده ای دارد و هر اون چیزی که در دنیا از خالق و آفریننده ای دارد مشکلی نداشتن، بلکه خداوند رو خالق و آفریننده می دانستن. اما در بخش‌های دیگر مشکل داشتن که ما بهش می‌پردازیم. چه دلیلی وجود دارد که مشرکین مکه در توحید ربوبیت یعنی در خالق دانستن و آفریننده دانستن خداوند عزوجل مشکل نداشتن؟ آیات قرآن کریم. قرآن کریم می‌فرماید ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. اگر از اینها بپرسید که آسمان‌ها و زمین رو چه کسی خلق کرده، اینها در جواب میگن حتما خواهند گفت که خدا آسمان ها و زمین رو خلق کرده. و در آیات زیادی در جای دیگه خداوند خطاب به پیامبرش میفرماید قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون سیقولون لله. بگو زمین و اون چیزی که در رویش هست از آن کیست؟ به این مشرکینی که خدا را عبادت نمی کنند، به این مشرکینی که غیر خدا رو صدا میزنند، به اینها بگو زمین و اون چیزی که در زمین هست از آن کیست؟ میگه در جواب اینها میگن سیقولون لله، اینها میگن همه اینها از آن خدا هست. قل افلا تذکرون، آیا شما پند نمیپذیرید؟ اگر این گونه هست که همه از آن خدا هستند، پس چرا پند نمیپذیرید؟ پس چرا فقط خدا را عبادت نمیکنید؟ در ادامهش میگوید قل من رب السب من قل من رب السب سماوات السبع و رب العرش العظیم. چه کسی پروردگار آسمان های هفتگانه و عرش بزرگ هست؟ سیقولون لله، در جواب میگویند از آن خدا هستن. قل افلا تتقون، بگو آیا راه تقوا رو پیش نمیگیرید؟ حالا که میدونید آسمان های به این بزرگی و عرش بزرگ رو خدا خلق کرده، پس چرا راه تقوا و خدا ترسی و توحید و یکتا پرستی رو در پیش نمیگیرید؟ قل من بیده ملکوت و کل شیء و هو یجیر و لا یجار علیه. بگو پادشاهی همه چیز در دست کیست؟ کسی که میتواند پناه بدهد، ولی هیچ کس در برابر خدا کسی رو نمیتونه پناه بده. بگو اینها در دست کی هستند؟ این کنتم تعلمون، اگر شما میدونید سیقولون لله، میگن اینها همه در دست کی هستند؟ خدا هستند. قل فانا تسحرون، بگو پس کجا سرگردانید، کجا حیرانید؟ اگر میدونید که خالق و آفریننده خداست، اگر رب خدا رو میدونید، پس چرا شرک میورزید؟ آیات زیاد هستند در این بابی که مشرکین مکه هم ربوبیت خداوند عزوجل رو قبول داشتن و اعتراف داشتن که اون کسی که خالق و آفریننده و مالک نفع و ضرر هست فقط خداوند عزوجل است. حتی ابلیس که بالاتر از او دیگه کسی در کفر و شرک نیست، از خدا به عنوان رب یاد میکنه. اونجایی که با خداوند جر و بحث میکنه میگه رب به ما اغویتنی، پروردگارا سوگند به این که مرا گمراه کردی که من بندگانت رو گمراه بکنم. یعنی حتی ابلیس هم ربوبیت خدا رو چکار کرد؟ داشت قبول داشت و ربوبیت خداوند عزوجل رو انکار نکرد. یا اونجایی که میخواد از خدا پیمان بگیره ابلیس، میگه رب فانذرنی،
پروردگارم مرا مهلت بده. حالا که مرا گمراه کردی، حالا که مرا از رحمتت راندی، حالا که مرا دور کردی، مرا تا روز قیامت مهلت بده. که خداوند تا وقت مشخصی بهش مهلت میده، یعنی تا نزدیکی‌های قیامت. به هر حال بحث این است که ابلیس هم ربوبیت خداوند رو قبول داشت و انکار نمی‌کرد. حتی فرعون، حضرت موسی علیه السلام خطاب به فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، درسته که به ظاهر میگفت من پروردگار برتر شما هستم، اما در ته دلش ربوبیت خدا رو قبول داشت. این است که موسی علیه السلام خطاب به فرعون میفرماید لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب العالمین بسائله، تو میدونی که این نشانه هایی که من موسی از جانب خدا آوردم، تو میدونی که این نشانه های واضح و روشن را رب العالمین یعنی پروردگار جهانیان نازل کرده. این آیه اینه میرسونه که حتی فرعون هم در این که خداوند رب هست اونو قبول داشت و میپذیرفت در ته دلش، هرچند به ظاهر ادعای ربوبیت میکرد. و امروزه هم کمتر کسی در دنیا پیدا میشود که توحید ربوبیت یعنی خالق و آفریننده بودن خداوند رو نپذیرد. حتی کمونیست هایی هم که به ظاهر انکار میکنن مطمئنن در درون دلشون میپذیرند. چنانچه قرآن درباره دهری های اون زمان میگه و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، اونها انکار میکنن در واقع ولی در دلشون یقین دارن. اینه که وقتی که کشورهای بلوک شر وقتی که آزاد شدن، دیدیم که همهشون به ادیان قبلی خودشون برگشتن، عده مسیحی شدن و عده نصرانی شدن و اونهایی که مسلمان بودن هم به اسلام برگشتن. فقط یک سرکوب موقت با زور و قدرت بود که ربوبیت رو چکار میکردن؟ انکار میکردن. بحث ربوبیت و بحث خالق بودن خداوند متعال رو همه مشرکین قبول داشتن و همه مشرکین میپذیرفتن. حتی در زمان مشرکین مکه و مشرکین قریش هم طبق آیات قرآن کریم اول با ربوبیت مشکلی نداشتن، یعنی خدا رو خالق و آفریننده و مالک و متصرف در دنیا میدونستن. اما اون چیزی که باید از توحید ربوبیت نتیجه نمیگرفتن. نتیجه توحید ربوبیت این است که انسان دیگه فقط خدا رو عبادت بکنه. یعنی انسان وقتی که اعتراف بکند که رب و پروردگار و خالق و متصرف فقط خداوند عز و جل است و غیر از او کسی دیگر در این جهان تصرفی ندارد، نتیجهش اینه که فقط باید او رو عبادت بکنیم، غیر از او روی نگردانیم. و متاسفانه در این نتیجه گیری مشرکین مشکل داشتن و نتونستن نتیجه بگیرن. این است که به سوی شرک و بت پرستی روی آوردن. پس نتیجه توحید ربوبیت در واقع همان الوهیت و بندگی خداوند عز و جل هست، یعنی توحید الوهیت که مشرکین بهش نرسیدن. اولین خطابی که در قرآن کریم هم اومده در این زمین اومده، یعنی اولین دستوری که در قرآن کریم اومده توحید این است که خدا به ما دستور داده که فقط پروردگار و خالق رو عبادت بکنیم. اونجایی که میفرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، شما پروردگاری رو عبادت کنید که شما رو آفریده و امتهای گذشته رو آفریده. و واقعا توحید ربوبیت به ما میگه که ظلم هست، ستم هست که خداوند به ما این همه نعمت ارزانی داشته، ما رو خلق کرده، ما رو آفریده، همه دنیا رو آفریده و برای ما در اختیار ما قرار داده، با وجود این ما در کنارش کسی دیگر رو چکار بکنیم؟ در عبادت شریک قرار بدیم. چنانچه لقمان وقتی که فرزندش رو نصیحت میکند میفرماید یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، ای فرزندم به خدا شرک نکن، به خاطر اینکه شرک ظلم و ستم بزرگی است. ستم هست و ظلم هست که خدا انسان رو خلق بکنه، خدا به انسان رزق و روزی بده، خدا دنیا رو در اختیار ما قرار بده، ولی در این حال ما در کنار خدا کسان دیگر رو چکار بکنیم؟ عبادت بکنیم و با خداوند عز و جل شریک قرار بدیم. باز هم حدیثی است از حارث اشعری که امام احمد در مسند خودش، حاکم در مستدرک خودش و ابن حبان در صحیح خودش و ابن خزیمه رحمه الله در صحیح خودش روایت کردند که حضرت یحیی فرزند زکریا
خداوند به یحیی فرزند زکریا گفت که شما پنج کار رو باید انجام بدهید، یعنی بنی اسرائیل رو توصیه به پنج چیز کرد. یکی از اون توصیه ها این بود که به خداوند چیزی رو شریک قرار ندهند و مثالی زد، گفت ببینید اگر کسی برده ای رو از پول خالص خودش بخرد و در خانه خودش بگذارد، بگوید این کار من و این محل زندگی من، اینجا کار کن، اگر این غلام و برده که حق یک شخص است و یک شخص اون خریده کار بکنه و مزد کار خودش رو به کسی دیگر بده، چگونه ظلم بزرگی است وقتی بنده ای رو تنها خدا خلق کرده و تنها خدا آفریده اگر به کسی دیگری رو بیاورد ظلم و ستم بزرگی.